در قفقاز جنوبی خاموش شدن شعله های آتش جنگ شش هفته ای اخیر میان جمهوری های آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره یک برنده قطعی داشت روسیه جمهوری آذربایجان که در سالهای اخیر با صرف بودجه عظیم اقدام به نوسازی زرادخانه تسلیحات خود به ویژه خرید پهپادهای نظامی کرده بود موفق به تغییر دادن قواعد جنگ در قفقاز جنوبی به نفع خود و بیرون راندن نیروهای ارمنی از و قره شد. در 20 سال اخیر بودجه نظامی آذربایجان سه برابر ارمنستان بوده است. با این بودجه عظیم تسلیحات نظامی انبوهی نه تنها از روسیه بلکه از اسرائیل و ترکیه نیز خریداری شد قرارداد صلح منعقد شده میان ارمنستان و آذربایجان به میانجیگری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه باستابگر سازوکار در حال تغییر قدرت و به ویژه نقش ترکیه در چیره شدن باکو بر ایروان است این قرارداد به معنی شکست متحد اسمی روسیه یعنی ارمنستان و عقب نشینی کامل نیروهای این کشور از منطقه قره است بر اساس مفاد این قرارداد 2000 نیروی روس به مدت پنج سال در منطقه به عنوان نیروهای حافظ صلح مستقر خواهند شد که از پیشروی بیشتر نیروهای آذری جلوگیری کرده و امنیت جانی ارمنی های را که قرار را بر فرار ترجیح دادند تأمین خواهند کرد. طبق این قرارداد ماموریت نیروهای روس می تواند تمدید شود. به نظر من بهترین گزینه منجمد ساختن منازعه بر اساس الگوی موجود در سایر جاها همانند قبرس است. به عبارت دیگر منازعی دیگر مجددا منجمد و مرزها باز ترسیم شدند. بر اساس آرایش جدید نیروها روسیه فعلا در قفقاز جنوبی حضور خواهد داشت اما آینده ناگورنو قره بیش از پیش نامشخص است.